بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطن فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على أئمة المعصومين الهداة المهديين لا سيما إمام العصر وناموس الدهر حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جهت خوشنودی وجود زیجود امام زمان ارواح ناله الفدا و تأجیل در فرج اون بزرگوار صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در نوبت قبل در مقدمه بحث پیرامون مطالبی که درباره توحید و خداشناختی بود مطالبی عرض کردیم به عنوان مقدمه بحث، چون این مقدمه خود بحثی طولانی و مفصل است. بحث توحید و یکتاپرستی که عرض کردیم منشأ بسیاری از شبهات و تردیدها و شکهاست، به ویژه در عصر کنونی که من و شما زندگی می کنیم، سوالاتی که پیرامون دین مطرح است وقتی دنبال می کنی و دقیق ارزیابی می کنی می بینیم که منشأ این پرسش ها و سوال ها ضعف در توحید و یکتاپرستی است. توحید که جزء باورها و اعتقادات ماست که باید بر اساس تحقیق و تدبر و آگاهی باشه، نه از منشأ و از طریق تقلید و دنبال روی. تک تک مسلمانان وقتی به سن بلوغ میرسند باید در حد دانش و درایت و عقل و هوش و حافظه خود بتوانند توحید و یکتاپرستی را ثابت کنند، ولو در حد ساده، یعنی بگویند این آفرینش، این کائنات آفریدگاری داره، این آفریدگار قادر حکیم عاقل هست و از پس از اون اقامه کند مسائل مربوط به توحید و یکتاپرستی رو. کلام در اینجا بود. خداوند تبارک و تعالی ما را عبس خلق نکرده، بیهوده خلق نکرده، برای یک هدفی که اون حیات ابدی است. چرا ما را در این دنیا آورده؟ ما را در این دنیا خداوند خلق کرده تا با معرفت
و بعد عبودیت و عبادت خداوند مراتب کمال و قرب الهی را طی کنیم و به کمال برسیم. همونطوری که قرآن می‌فرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جنیان و انسان‌ها رو خلق نکردیم مگر اینکه عبادت کنند. کلام ما در اینجاست. یکی از دغدغه‌های مهم بشریت در دنیای کنونی رزق و روزی و تأمین هزینه‌های زندگی و معیشت اون هست. در حالی که خداوند تبارک و تعالی یکی از اسامی او رزاق است، ما برای تنها چیزی که نباید دغدغه داشته باشیم، نباید نگران باشیم، همه دغدغه و همه نگرانی ما برای اون است. خداوند رزاق، خداوند رزق و روزی رو تضمین کرده. یه وقتی من عرض می‌کردم، می‌گفتم که توسعه رزق و روزی یا به عبارت دیگه پولدار شدن و فقیر بودن بستگی به تلاش و کوشش ما نداره، فقط و فقط بستگی به اراده خداوند تبارک و تعالی داره. همینو بس. البته این به معنای نفی تلاش و کوشش و کسب و کار و اینها نیست. سخن در اینجاست که ما باید در حد معقول و متداول و متعارف تلاش کنیم، بقیهش رو به عهده خدا بگذاریم. بقیهش رو در همون حال که داریم تلاش میکنیم بدانیم که رزق و روزی خود دست خداست. توجه به این مثال کنیم. گاهی گفتم به بعضی از دوستان یا بعضی از کسانی که بسیار نگران تأمین زندگی مادی خودشون هستن، عرض کردم آیا کسانی نیستند که بسیار از شما پولدارترند و کمتر تلاش میکنن؟ هر کسی نگاه کنه، یه تحقیق بکنه چقدر پولدارا هستن که شاید اینها در اندازه نصف بسیاری از مردم تلاش نمی کنن، وقت نمی زارن، پول دارن، نشستند و یه مال و ثروتی از یه جایی بهشون رسیده و به هر حال فقط حساب و کتاب می کنن. درست؟ و بعد از اون طرف چه بسیارند کسانی که هرچه تلاش می کنن و وقت میگذارن، میبینید در از یک حدی مال و ثروتشون بیشتر نمیشه. این حکایت از این داره که ما اعتقاد قلبی و باور حقیقی به رزاق بودن خداوند نداریم. یک کسی اومد، حالا این بیشتر به درد جوونا میخوره که دغدغه دارند و سراغ ازدواج نمیرن، میگن اول باید تحصیل تمام بشه، بعد یک ماشینی بخریم. البته میگن این ماشین رو همچنان که داریم تحصیل میکنیم قبل تمام شدن ماشین رو باید بخریم، بعدم منزلی، و بعدم یه وقت چشم باز میکنیم این 35 سالشه، تا وسایل ازدواج رو بخواد فراهم کنه 40 سال. بچه به دنیا میاد، به جایی که بگه بابا باید بگه بابا بزرگ. این ناشی میشه از عدم اعتقاد واقعی ما به خداوند. قرآن میفرماید و انکحوا الایاما و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. اگر شما فقیر بودید
خداوند میگه کسانی که اینها ازدواج نکردند، این مال خود جوانا نیست ها، مال دیگرانی هست که ازدواج کردند، میگه دیگرانی که ازدواج نکردند اینها رو به ازدواج در بیاورید، ان یکون فقرا یغنهم الله من فضله، اگر اینا فقیر بودن خدا از فضلش به اونها کرم میکنه. یعنی فقر نباید مانع ازدواج باشه. داریم در بحث توحید صحبت میکنیم، هر شب یک فرازی، یک قسمتی، یکی از اسامی خداوند تبارک و تعالی رو میتونیم هم و صفات خداوند رو بهش نگاه بکنیم، بعد فلسفه وجودی عزاداری ما بهتر شکل میگیره و میرسیم به این مطلب که چرا امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. فقر فرهنگی، اعتقادی و مذهبی داشتن مردمان زمان امام حسین علیه السلام، و الا این مناسک ظاهری رو، نماز و روزه رو که خیلی خوب رعایت میکردن. بسیاری از کسانی که اومدن کربلا در لشکر عمر سعد بودن، اینها فقیه بودن، محدث بودن، شاید 500 تا 1000 تا حدیث حفظ بودن، آنقدر نماز خونده بودن تو لشکر عمر سعد بودن ها، آنقدر نماز خونده بودن که پیشانی اینها جای اثر سجده بود و پینه بسته بود. پس چه شد که این جماعت آمدن کمر بستند برای کشتن امام زمان خودشون؟ به خاطر عدم باورها و اعتقادات صحیح. یکی از علما نقل میکنه، از مراجع بزرگوار تقلید بود، خدا رحمتش کنه، از دنیا رفته. جوانان که میومدن پیش ایشون، اول سوالی که از اینا میکرد میگفت شما ازدواج کردید یا نه؟ میگفتن نه. طبق معمولم جوانا میگن فعلا داریم درس میخونیم، فعلا باید یک ماشینی تهیه کنیم و بعدنم خانه و بعدنم ازدواج. آقا وضعیت اقتصادی خوب نیست فلان. بعد ایشون میگه به این جوانها، معمولا من اینو میگم، به یکی از این جوانها گفتم اگر یه تاجری الان پیدا بشه بگه من بهت خونه میدم، بهت ماشین میدم، هر روزم هر ماهم مقرری فلان مبلغ، آیا فردا ازدواج میکنی یا نه؟ گفت بله حتما ازدواج میکنم. گفتم یه نفر بالاتر از این تاجر تو رو تضمینت کرده ولی باور و اعتقاد نداری. خدا به صراحت در قرآن میفرماید اینایی که ازدواج نکردن اینا رو به ازدواج در بیارید، ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، اگر اینا فقیر بودن. من یه وقتی عرض میکردم تنها جایی که در قرآن خداوند تضمین مالی میکند، ضمانت میکنه تو اقدام کن اگر فقیر بودی، من خدا ضمانت میکنم فقر تو رو از بین ببرم، در حد متوسط، در حد مصلحت تو، در حد حکمت خداوند. یه وقت واقعا مصلحت و حکمت نیست ما زیاد پول دار بشیم، همچنان که دیشب عرض کردم ببین محافل و مجالس مذهبی دینی چند تا میلیونر و میلیاردر توشن، هیچ. این لطف خداست که ما میاییم در خانه اهل بیت و قرآن زانوی ادب میزنیم و سعی میکنیم گفتگو کنیم، از همدیگه چیزی یاد بگیریم در کلاس و مکتب دین. و این شوربختی و بدبختی برای کسانی که از این مفاهیم و معارف دور هستن. میگه به اون جوان گفتم یه نفر بزرگتر و بالاتر از اون تاجر هست. گفت کیه؟ بگو برم سراغش. گفتم خدا. میگه یه نفر خندید و سری پایین انداخت و گفت ما رو به کی داره معامله میکنه؟ یعنی حواله به خدا رو ضعیفتر از حواله به یه تاجر داره. همه ما همینیم، تعارف هم با هم نکنیم. یعنی اینها رو گاهی ما خوب بلدیم، خوبم بلدیم بیان کنیم، ولی در وادی عمل که میشه میلغزیم. وقت تمرین ممارست میخواد. چطور برای فربه کردن بدنش جوان دائما میره ورزش میکنه، ورزش های متعدد تا بازوها ورم کنه، بدن سالم باشه، خیلی هم خوبه، اشکالی هم نداره.
دوندگی میکنه تا چربی و خون بالا و پایین نشه، خیلی هم عالی و خوب. برای باورها و اعتقادات و تعالی روح و روان هم احتیاج به تمرین و ممارست و مراقبت روزانه و هفتگی هست و خداوند تبارک و تعالی این محافل و مجالس رو محرم و سفر و ماه رمضان و عبادات و کربلا و مکه و این زیارت ها و این عبادت ها رو همش رو شرایطش رو خداوند فراهم کرده برای این که انسان تمرین و ممارست کنه برای تعالی روح و روان و دانستن بیشتر. با توجه به این مقدمه که باز ادامه خواهیم داد که باید ما در مسیر تقویت باورمندی‌هایمان نسبت به مباحث توحید و خداشناختی تلاش بیشتر کنیم، ریشه‌یابی می‌کنیم و علت‌یابی می‌کنیم که چرا مردمان به ظاهر مسلمان زمان امام حسین علیه السلام نتوانستند به معنای حقیقی و مفاهیم دقیق این مطالب برسند. برای اینکه از معروف واقعی فاصله گرفتند، از منکر واقعی که باید فاصله مناسب رو رعایت کنند رعایت نکردند. این خدایی که ما انسانها را به خاطر هدفی مقدس خلق کرده در این مسیر، در مسیر هدایت که قرآن می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو به شما نشون دادیم. چطور نشون دادیم؟ خداوند فرستاد فرستادگانی، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ببینید خدا ولی شماست، بعد از خدا رسول خدا ولی شماست، بعد از رسول خدا اون کسی که ایمان می آورد اقامه صلاة می کند و زکات میدهد و هم راکعون. آیه 55 سوره مبارکه مائده. ولی شما اینه. ما این اولیاء رو باید بشناسیم، این سرپرستان رو باید بشناسیم. اگر نشناسیم نهایتاً یک وادی و دره خطرناکی است به نام فاصله گرفتن از امام زمانمون و نهایتاً کمربستن مقدس نماهایی که در سال 61 هجرت به نقلی 30,000 نفر تا 120,000 نفر در جبهه مخالف سید الشهدا بودن. یک دونه اینا، چرا یک دونه، شاید این دقیق نباشه، مسیحی و یهودی و غیر خداپرستشون نبود. چرا یه مسیحی بود تو لشکر عمر سعد که روز عاشورا وقتی دید حلقه محاصره رو بر سید الشهدا تنگ کردن و فریاد استغاثه امام حسین علیه السلام رو شنید، گفت این میوه دل پیامبر شماست، این فرزند دختر پیامبر شماست که کمر بستید وقتی فهمید چه کسی است امام حسین علیه السلام. یه حربه برداشت و حمله کرد به طرف لشکر عمر سعد، او رو تیرباران کردن، به شهادت رسید. یه رکعت نماز نخوند اون مسیحی، هست اسمش در تاریخ، بعضی گفتن وهب نامیست، یه رکعت نمازم نخوند، یه روزم روزه نگرفت، جزء شهدای کربلا شد که عظمت و مقام شهدای کربلا رو نه من میدانم و نه شما و نه بسیار دانشمندان بزرگی که ادعای دانستن در وادی دین و دیانت دارن. فقط عظمت مقام شهدای کربلا را وجود مقدس پیامبر و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین می دانند و بس.
یه گوشش رو باز میکنم فقط مقام شهدای کربلا رو. میگه روز قیامت که میرن وارد بهش میشن شهدای کربلا، تمام اهل بهشت، عنایت کنید دقت نیاز داره در این کلمات، وقتی گفته میشود معنای روایت تمام اهل بهشت، یعنی انبیا هم هستن، نه فقط مردم عادیه اهل بهشت، انبیا هم هستن، یعنی حضرت آدم هست، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی صلوات الله علیهم اجمعین، همه این انبیا هستن. حضرت ابراهیم شیخ الانبیا، جد بزرگ خاتم الانبیا، همه هستند. حالا من دیگه نمیتونم، عقل و درایت و دانشم نمیرسه به این که بگم دیگر معصومین هم هستند. خلاصه مطلب اشاره کنم که یه مقام ویژه و خاصی خداوند برای شهدای کربلا گذاشته که همه غبطه میخورند به اون مقام، میگن ای کاش ما این مقام، این خصوصیت ویژه رو ما داشتیم. حالا این مسیحی رفته جزء شهدای کربلا شده، کسیست که حسب اعتقادات ما که هر شب جمعه ملائکه میان برای زیارت قبر مطهر و روضه مبارکه سید الشهدا علیه السلام، باور ما این است که امام زمان هر شب جمعه می آید به زیارت سید الشهدا. این زیارت شهدای کربلا رو ببینیم. امام زمان علیه السلام که مقامش نزد خدا قابل قیاس نیست با مقام شهدای کربلا، ولی شهدای کربلا رو خدا یه ویژگی، یه خصوصیت قرار داده که امام زمان میاد مقابل قبر اینها می ایستد، می گوید به ابی انتم و امی، یعنی پدر و مادر من به فدای شما. چه مقامی ندارن؟ عقل بشر به قطع و یقین نمیتواند برسد به افق مقام منیع شهدای کربلا. چه شد که دو جبهه حق و باطل، یکی اعلی علیین یکی اسفل السافلین، در درجه حضیض ذلت یک طرف با جمعیتی هم بود، یک طرف با عده‌ای کم. اگر یه وقتی میبینی شیعان امیر مؤمنان تو این دنیا کمن، نترسی، این کلام من نیست، این کلام امیر مؤمنان است. میفرماید لا تستوحشو فی طریق الهدات من قلت العدد، از کمی جمعیت در مسیر هدایت نهرست، نترسی. به صراحت قرآن آیه شریفه میفرماید قلیل من عبادی الشکور، قلیل من عبادی الشکور، بندگان شکرگزار کم هست. یک طرف 72 نفر، نقل مورخین برخی گفتن حد اکثر تا 150 نفر که اون نقل غیر مشهوره. یک طرف هم عرض کردم حد اقلش 30,000 نفر. این فقر اعتقادی انسان رو میرسونه به اونجا. مانند دوم محرم بنابر نقل مورخین، وقتی امام حسین علیه السلام رسید به کربلا، حالا در بخش توسل اینو عرض خواهم کرد، یه جمله فرمودن امام حسین علیه السلام. این ماندگار این جمله در تاریخ برای همه کسانی که ادعای دینداری دارند. ببینید مخاطب کلام امام حسین در اون مقطع زمانی ظاهرا لشکر حر بن یزیده، چون دو منزل مانده به کربلا، لشکر حر بن یزید، حر بن یزید ریاهی امام حسین رو محاصره کردن. نامه دریافت کرد حر بن یزید
که عرصه را از عبید الله ابن زیاد حاکم کوفه، عرصه را بر حسین ابن علی تنگ کن. دو منزل مانده به کربلا، ظاهرا منزل بنی مقاتل بود، بعدم منزل نینوا، بعدم کربلا. ملاقات حر ابن یزید ریاهی اونطور که در خاطرم هست از گذشته در منزل بنی مقاتل هست. عرصه را تنگ میکنه، میگه من باید مراقبت کنم شما را، همراه امام حسین علیه السلام میان تا اینکه جاسوس ها خبر میدن به عبید الله که حر ابن یزید ریاهی مدارات میکنه با امام حسین علیه السلام و روی خوش نشون میده. نامه دوم فرستاد و عبید الله ابن زیاد، به محض این که نامه رو دریافت کردی حسین ابن علی قدم از قدم بر نداره، هر جا هست باید همون جا بیست، یا اینکه با او بجنگ و سر او را برای من بفرست و یا اینکه باید بیعت کنه. دو راه داره. نامه دوم رو که دریافت کرد اومد مقابل امام حسین ایستاد و گفت اینجا دیگه نباید شما حرکت کنید. دستور من گرفتم از امیرم عبید الله ابن زیاد. امام حسین علیه السلام اینجا به او گفت ثکلت که امک، یک اصطلاحی در زبان عرب، یعنی مادرت به عزاد بنشینه، میدونی چه گناه بزرگی داری مرتکب میشی، راه را بر ولی خدا بر امام زمانت میبندی. دل بچه های آل الله زینب کبرا اهل حرم را تو میلرزانی. اینجا هر اینا همش درسه، واژه واژه تاریخ امام حسین درس. گفت تو به مادر من ناسزا گفتی و به من ناسزا گفتی، من نمیتونم تو رو جواب بدم، چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست. ببینید همین یک قدم رو، سر نجات جهنم و آتش ابدی برای حر ابن یزید ریاهی همین ادبش بود، همین ادبش. الان هزار و چند صد سال از واقعه کربلا میگذره، یک تصمیم گرفت، یک لحظه جدا شد از جبهه باطن، جزء شهدا شد. البته الان عرض میکنم که در مقابل همین مقدار بیادبیش نسبت به ساحت مقدس سید الشهدا، همین مقدار که راه رو بس، خداوند سه توفیق بزرگ رو از هر گرفت، با اینکه توفیق بزرگ شهادت در رکاب امام حسین رو پیدا کرد، با اینکه توبه اون رو امام حسین علیه السلام پذیرفت. ببینید یک سلسله اعمالی ما داریم، اثر وضعی داره، یعنی چه بخواهیم چه نخواهیم اثر هست. مثل اینکه شما مثلا یه لیوان خدای نکرده آلوده به میکروبی هستم می داخل اون هست، شما نمیدونید، اون رو بر می دارید، فکر میکنید آب می نوشید، آیا اون سم اثر خودش رو نمیگذاره؟ اثرش رو میگذاره دیگه، چه بخواهیم چه نخواهیم. از اون طرف جنبه مثبت، شما انواع مثلا غذاها میل میکنید، انواع میوه ها میل میکنید، آیا به فواید یک مثلا سیب یا پرتقال یا موز شما آگاهید؟ بسیاری از ماها آگاه نیستیم چه خاصیت هایی داره، ولی وقتی میل میکنیم خواه نخواه اون اثرات رو در وجود ما خواهد داشت. گناه و معصیت هم همینطوره، چه بخواهیم چه نخواهیم یک سلسله اثرات وضعی داره که خداوند این گونه دنیا رو برنامه ریزی کرده، به قول امروزی ها دیزاین خداوند نسبت به این خدا، به این کائنات و این هستی این گونه است. لذا حر ابن یزید ریاهی وقتی راه رو بر امام حسین علیه السلام بست،
بعدن که توبش پذیرفته شد به خاطر همون احترامی که به حضرت زهرا سلام الله علیها گذاشت، ولی او اثر وضعی و سوء و بد همچنان گریبانگیرش بود و هست تا قیامت. چه توفیقاتی از هر سلب شد؟ حالا عرض خواهم کرد، از اینجا من منتقل شدم. وقتی امام حسین رسید به کربلا یه جمله ای گفت بسیار مهم، اثرساز، برنامه ساز، که تقدیم حضور شما خواهم کرد. توفیقاتی که خداوند از حر بن یزید ریاحی گرفت یکیش این بود که وقتی همه شهدا و اهل بیت، همه اصحاب و یاران و خود امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، عصر یا غروب عاشورا آمدن سر از بدن همه جدا کردن. البته امام حسین علیه السلام، الان نمیخوام مصیبت بخونم، ولی خب گاهی در بیان این تاریخ خونبار و عبرت آموز کربلا بعضی از مطالب مطرح میشه در همین روایت تاریخ. تنها کسی که از شهدای کربلا در حال زنده بودن سر از بدنش جدا کردند، حضرت سید شهدا علیه السلام. بقیه بعد از شهادت سر از بدنشون جدا کردند. بعد چون همه شهید شدن و قبیله حر نزدیک کربلا بودن، قبل از آنی که سر از بدن شهدا جدا کنن، آمدن حر رو بردن، بدن حر رو بردن. توفیق جدا شدن، این یکی مصیبت است، خودش یک مصیبته. چرا؟ برای این که به بدن مسلمان احترام کردن به بدن مسلمان واجب است، بی احترامی حرام است. نه تنها بدن مسلمان، حتی قبر مسلمان. شما برید قبرستانی، قبر یه مسلمانی باشه، به نیت بی احترامی به اون قبر لگد بزنی یا روی قبر راه بری، به نیت بی احترامی، گاهی غفلت، گاهی راه نیست، اون مطلب دیگه است. به نیت بی احترامی اگر قبر مؤمنی و مسلمانی رو بی ادبی کردید، فعل حرام انجام دادید، چه برسه بدن انسان و مسلمانی رو سر از بدنش جدا کنن. فعل حرام انجام دادن، اساءه ادب کردن، بی ادبی کردن. این توفیق رو حر بن یزید ریاحی از دست داد. چرا؟ چون راه بر امام حسین بسته بود، اون اثر وضعی رو داشت، با اینکه امام حسین توبه او را پذیرفته بود. دومین توفیقی که حر بن یزید ریاحی از دست داد این بود که بدن شهدا رو زیر سم اسبان قرار دادن، هر از این توفیق محروم شد، بدنش زیر سم اسبان قرار نگرفت، چون بدنش رو زودتر برده بودن. مواسات، همه شهدای کربلا همانند سید و شهدا بدنشون زیر سم اسبان رفت، هر این توفیق رو از دست داد. اینا همه درسه، یعنی مراقبت و محاسبه لحظه لحظه زندگیمون نکنه حتی ناخواسته به وجود مقدس امام زمانمون، خدای نکرده در کلاممون، در گفتارمون، در نوشتارمون توهین و اساءه ادبی بشه. اگه خواسته باشه، اگر عمدی باشه، که وای بر ما. اگر ناخواسته و غیر عمدی باشد، باز بدبخت و شوربختی. این دومین توفیق. سومین توفیقی که از دست داد حر بن یزید ریاحی این بود که بدنش جدای از بدن شهدا دفن شد. همه اونایی که رفتید کربلا، انشاءالله بازم برید، اونایی که نرفتن حتما اقدام کنن برای رفتن. فردا نسبت به پس فردا دیره، هر چه زودتر. یه روایت الان فقط اشاره کنم، من بحثم
اهمیت زیارت کربلا نیست که ده ها روایات تکان دهنده و با عظمت در کابل و زیارات مرحوم ابن اولوی است که هر کس اینا رو بخانه یا بدانه آب دستش باشه زمین میذاره همین امشب بلیط میگیره میگه من برم کربلا. یکیشو فقط براتون میگم، میفرماید مرحوم ابن اولوی در کامل الزیارات، کامل الزیارات یکی از قدیمی ترین و معتبرترین کتب حدیثی جهان تشیع است. یعنی اگر کسی بخواهد و بگوید کامل الزیارات اعتبار نداره یا احادیثش ضعیفه، به ضرس قاطع به عنوان کسی که حداقل بیش از 30 سال تو این وادی مطالعه ای داشتم ولو سطحی و اجمالی عرض می کنم و پای حرفم ایستادم برای اثباتش، اگر کسی بگوید کتاب کامل الزیارات احادیث ضعیفه یا این کتاب جایگاهش جایگاه قویی در بین احادیث شیعه نیست، به ضرس قاطع باید بگوییم هیچ کتاب معتبری دیگر در جهان تشیع نیست. اینقدر قوت داره و روایاتش مستنده. یکی از این روایات اینه، اگر مؤمنی اگر مسلمانی شیعه ای از دار دنیا برود اهل بهشت باشد، تمام محرمات رو ترک کرده واجبات رو انجام داده، مؤمن خوبی هست، مؤمنی از دار دنیا برود و اهل بهشت باشد و مستحق بهشت و به بهشت برود، در قیامت و در آخرت برای همیشه، ببینید چقدر تکان دهنده است، برای همیشه یعنی ابد، یعنی تمام شدن براش نیست، در بهشت این شخص مؤمن که همه مناسکش رو انجام داده، فقط کربلا تو پرونده اعمالش نیست، زیارت کربلا نیست. روایت معصوم ظاهرا امام صادق یا امام باقر صلوات الله علیه ما اجمعین هست، صلوات الله علیه ما هست، میفرمایند که برای همیشه در بهشت مهمان خواهد بود و هیچ وقت صاحب خانه نمیشه. به عبارت دیگه در بهشت خانه به دوش هست، به تعبیر اینجایی هوملسه. دوست داری در بهش هوملس باشی؟ نسبت به زیارت کربلا بی توجه باشی. زیارت کربلا هم خودتون اقدام کنید برید و هم اینکه دیگران رو تا میتونید کمک کنید. من به حمدالله در حد بضاعت خودم، اونم بضاعتم فقط این زبانمه که تشویق میکنم، بضاعت مالیم حالا خدا رو شکر یا به هر حال متاسفانه که نمیتونیم بیشتر در مسیر اهل بیت مصرف کنیم، حالا در حد بضاعتمون همین زبانمون تشویق کردیم 30-40 نفر تا الان به حمدالله کسایی که نرفته بودن بعد در کربلا ولای اولین بار بردن و قصه هایی در این زمینه دارن، یه وقتی بعضی هاشو براتون میگم. حالا اینایی که میرن کربلا شاید 80% 70%شون، چون بودم در خدمت زواری که رفتیم کربلا، سعیم داشتم زوار رو حتما به زیارت حور ببریم، ولی 80-70% شاید کمتر بیشتر به هر حال به زیارت حور نمیرن. دور از کربلا 7-8 کیلومتر تا کربلا فاصله است، نمیرن، میرن همون کربلا زیارت میکنن و میرن. به خصوص بیشتر زوار 40 که میلیونی، بیش از 20 میلیون جمعیت 40 پای پیاده مانند رودخانه های خروشان حرکت میکنن میان به طرف کربلا، اینا به زیارت حور نمیرن. در طول سال شاید 30-40 میلیون زوار به کربلا میره حسب آمار رسمی، مجموعاً زیارت شعبانیه، عرفه، 40، اینا 30-40 میلیون زوار میره. از اینها اگر بگیم مثلا چند میلیونشون شاید زیارت حور بره. این توفیق گرفته شد. چرا؟ اساعی ادب کرد
دل بچه های سید الشهدا رو لرزان، راه بر ولی خدا بس، اگر چه حتی بعدن توبه کرد. این توفیقات رو از دست مقام بسیار بالایی داره عمر ابن یزید ریاض، بسیار مقام بالایی داره. در مقام طعن هر نیستیم، در مقام اثر وضعی و اثری که لابد و ناچار است برای انسان از این که ناخواسته. این جمله رو بگم عرضم تمام. یه وقت ناخواسته نشستیم روی تلفنمون، داریم در این گروه های واتساپی و تلگرام و اینستاگرام و اینا جولان میدیم، یه پستی به دستمون میرسه، خدایی نکرده خدایی نکرده، خصوصا شما جوونا عزیزان، یه جوکی یه لطیفه ای نسبت به امامان معصوم و مقدسات و خدا، با هر چی میخواید شوخی کنید. حالا من قصه دارم، اگر شد یه شب دیگه براتون میگم، وقت گذشته. با هر چیزی خواستید شوخی کنید، مزاح کنید، با مقدسات خدا، 14 نور مقدس، انبیاء الهی، اینا خط قرمز شما باشن. هر چی خواستید لطیفه بنویسید و بگید و بفرستید و فوروارد کنید برای دیگری، ولی خط قرمز رو بدونید. یه وقت ناخواسته میخوای بخندی، میخوای دوستتو بخندونی، قصد و غرضی هم نداری، نمیخوای که به خدا توهین کنی، نمیخوای که به معصومین توهین کنی، میگی بذار یه لحظه خوش باشیم، همون یه لحظه وقت میبینی مسیر زندگیت رو منحرف میکنه، به هر دری میزنی اون در باز نمیشه، توفیقاتت کم میشه. خیلی مهمه. این یکی از مصیبت ها و آسیب های امروز زندگی ماست، خصوصا در این سوشیال میدیا و فضای مجازی که در اختیار من و شما قرار گرفته. هر این توفیق رو از دست داد. وقتی راه رو بر امام حسین بست، امام حسین دو جمله فرمودن، الناس دو خط. یکی از خطبه های امام حسین همین خطبه است، روز دوم محرم کربلا، وقتی در محاصره لشکر حر بن یزید ریاحی قرار گرفت، فرمودن الناس عبید الدنیا و دین لعقون او لعقون، هر دو تلفظ گفتن، لعقون شاید درستر باشه، و دین لعقون علا السنتهم یحوطونه ما درت معایشهم. مردم، ببینید الناس، وقتی میگه الناس، این الف و لامی که سر الناس هست، الف و لام رو از نظر ادبیات عرب میگن الف و لام استغراق، یعنی همه مردم، مانند الناسی که در سوره مبارکه والعصر، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان، الف و لامی که سر انسان هست، یعنی همه انسان، اینجا همه ناس، همه مردم. الناس عبید الدنیا، بنده دنیا هستن، و دین، دینم دارن، ولی این دین چیه؟ لعق على السنتهم، یه مزه روی زبانشون، چطور آشپزا وقتی دارن خورش میپزن یه ذره بر میدن روی زبان ببینن شوره، تلخه، کمی و زیادیه، ادویش چطوره؟ اینو در لغت عرب میگن لعق، لام عین قاف، لعق، یه مزه روی زبان میگذارن، فقط اینو میچرخونن تا حد اینکه او آشپز بفهمه مزه غذا را. مردم نسبت به دین چنین برخوردی دارن، روی زبانشون دین رو مانند یک مزمزه میچرخانن، تا کی؟ یخوتونه ما درت معایشهم، تا زمانی که زندگی دنیاشون به چرخه دین دارن. فاذا محسو بالبلا، همین که در مقابل امتحان خدا قرار میگیرن، قلت دیانون. لذا بزرگان کوفه دینشون رو به 30,000 دینار، یعنی 30,000 مثقال طلا، الان میتونید بردارید حساب کنید چقدر میشه، دینشون رو به اینقدر فروختن.
وقتی آمدن بیعت بگیرن برای یزید، معاویه اونا رو فرستاده بود. بعد معاویه به مغیره ابن شعبه گفت دینشون رو چقدر فروختن بزرگان کوفه؟ گفتن 30,000 دینار. معاویه فهمید، بزرگان شیعیان کوفه نفهمیدن. شیعیان فقها که بعدن هم شدن توابین مثل سلیمان ابن سرد خزایی و دیگران. عرضم تمام. اول شهیدی که در مسیر شهادت کربلا، مسیر فاجعه کربلا به شهادت رسید، مسلم ابن عقیل بود، پسر عم امام حسین علیه السلام و داماد امام حسین علیه السلام، یعنی داماد امیرالمؤمنین. اذا اون حمیده دختر مسلم ابن عقیل وقتی در راه خبر شهادت امام حسین رو 10-11 ساله بود رسوندند، امام حسین حمیده رو طلب کرد، داعی حمیده میشد. روی زانو نشاند و دست یتیمی بر سرش کشید. مسلم ابن عقیل وارد کوفه شو ۱۸,۰۰۰ نامه فرستاده بودن برای امام حسین و او رو دعوت کرده بودن به کوفه. به نقلی در همون وهله اول 4,000 نفر با ورود مسلم به کوفه با او بیعت کردن. رفت وارد مسجد کوفه شد. قسمت روزی همه بشه برید کوفه رو زیارت کنید، قبر مطهر مسلم هم اونجاست. وارد مسجد شد، نماز مغرب خواند، تمام شد، بیش از نیمی از اون 4,000 نفر از مسجد خارج شد. نماز عشاء را اقامه کرد، با اون فاصله ای بین نماز مغرب و عشاء است. نماز تمام شد، نماز عشاء نگاه پشت سر خودش کرد، عده‌ای انگشت شمار، یعنی میتوانستن اونا رو بشمورن پشت سرش، حرکت کرد به طرف درب خروجی مسجد کوفه. پای از مسجد بیرون گذاشت، یه مرتبه نگاه پشت سرش کرد، غریب و تنها، هیچ کس نیست. خدا قسمت و روزیه هیچ کس نکنه توی شهری تک و تنها غریب بشه. نمیدونم، شاید توی محفل کسانی هستن که یه قربت رو الان به حمدالله دوستان مؤمنین فامیل اقوام شما دوربر شما هستند و باز احساس قربت میکنید، میگید وطن ما چیز دیگر است. عراق، ایران، افغانستان، هیچ جا وطن انسان نمیشه. همچنان که وقتی میرید مهمانی بعد از چند روز برمیگردید خانه، میگید هیچ جا منزل انسان نمیشه، هیچ جا هم وطن انسان نمیشه. مسلم یه وقت نگاه کنه، غریب و تنهاست، قدم زنان توی کوچه ها میرفت، بی هدف، بی مقصد، کجا بره، هیچ آشنایی نیست. کوفه، کوفه پر از بزرگان شیعیان. عزیزان خیلی این دردناکه. بعد خسته شد، کنار یک دیواری لحظه ایستاد، در خانه روی خانمی سال خورده باز کرد، گفته غریب، گفته باشه غریب، ای مرد غریب برای چی اینجا ایستاده ای؟ گفته تشنم، اگر ممکنه تشنه هستم کمی ظرف آبی به من بده. ظرف آبی برای اون آوردم، نوشید. اون خانم میگه شاید تو انام باشه اسمش. رفت داخل، برگشتید، هنوز ایستاده. چه کسی هستی تو؟ چرا از این خانه، از کنار خانه من نمیری؟
گفته باشد من غریب و تنها هستم در این شهر، اسم شما چیست؟ من مسلم ابن عقیلم. حالا دیگه همه اهل کوفه میدانم مسلم سفری سفیر سید الشهدا اومده کرد، اومده در کوفه، خبر پیشیده. عجب، نماینده امام اینجا کنار خانه من است. این خانم از شیعیان خوب بود، او رو دعوت کرد داخل خانه بود. ولی گفتگویی شد، خبر رسید به مأموران که داخل این خانه است مسلم. صبحگاهان خانه رو محاصره کردن. بعد از نماز صبح شمشیر بست و وارد کوچه شد، از خانه خارج شد. مسلم جنگ نمایانی کرد، تک و تنها عده زیادی از این ظالمین رو به خاک مذلت و هلاکت رساند. نتوانستند مسلم ابن عقیل را به شیوه عادی دستگیر کنند، خدعه کردند، نیرنگ کردند، گودالی کردند روی اون رو پوشاندند در مسیر راه مسلم. داخل گودال افتاد، اون رو دستگیر کردند، کشان کشان با ریسمان آوردن طرف دارالاماره ابن زیاد. داره از پله های دارالاماره بالا میره، گفت آیا ممکنه یه ظرف آبی به من بدید، تشنه هستم. جنگ نمایانی کرده بود، شاید چند ساعت جنگ کرده بود. ظرف آبی برای او آورده بودند. لب مسلم با ضربه شمشیری شکافته بود، آمد که آب بنوشد، ظرف پر از خون شد، نتوانست قطره ای از اون آب بنوشد. بالا به تشنه او را بالای پشت بام دارالاماره آوردند. یه مرتبه رو کرد به طرف راه کوفه که آقا سید الشهدا داره میاد از مکه به طرف کوفه. یه سلام داد، السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. به طرف کوفه نیا، این نامردمان اینها پیمان شکستند، اینها راه را بر تو خواهند گرفت، این حرامیان، اینها تو را هم به شهادت خواهند رسانید. زبان حالی بیان داشت، با خودش زمزمه می کرد. حضرت مسلم ظالم می آمد و با یک ضربت سر از بدن مسلم جدا کرد، بدن آن رو میان کوچه انداخت. کودکان آمدند، ریسمانی به پای مسلم بستند و کشان کشان. چه می دانند این امتی که تربیت شده یک حاکم ظالم هستند. با لب تشنه سر از بدن مسلم جدا کردند. ولی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. مانند دوم محرم وقتی رسید کاروان به کربلا، ابی عبدالله فرمودند خیمه ها را اینجا برپا می کنیم، بارها را بر زمین بگذارید، بار بگشایید که اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. ابوالفضل آمد با احترام زینب کبرا را از روی کجابه به زمین آورد. همه یک به یک محارم آمدند، زنها مخدرات خانمها رو پیاده کردند. ولی ببینم اسرا عاشورا شد. یه وقتی همه بچه ها رو سوار کرده بود زینب کبرا، نگاه کند به طرف قتلگاه، نه عباسی نه علی اکبری که بیاید کمک کنند. بیبی دو عالم زینب کبرا را سوار بر محمل ها کنند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معزن و معدن الرساله، السلام علیک یا ابا عبدالله. قلب ها توجهی به کربلا، دست ها روی سینه، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک،
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم همه با هم السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب جميعا ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب المضطر إذا دعا رحمت خدا به این ناله ها اما یجیبان فرج امام زمان اما یجیبان مضطر اذا شفای بیماران اما یجیبان مضطر اذا دعا حسن عاقبت جوانامون اما یجیب المضطر اذا دعا یا حمید و بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن و یا قدیم الاحسان ده مرتبه بلند و یا قدیم الاحسان بحق الحسین یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدایا در فرج امام زمان تعجیل بفرما ما را از دوستان و پیروان واقعی امام زمان قرار بده آن و کمتر از آنی خدایا ما را از قرآن و اطرت جدا مگردان قلوب و فکر و اندیشه ما را خدایا سرشار از معارف قرآن و محبت اهل بیت قرار بده خدایا پروردگارا این قلیل توسلات به ذیل عنایت حضرت سید الشهدا به کرمت قبول بفرما خدایا اسم و نام ما را جزء عزاداران واقعی سید الشهدا ثبت و ضبط بگردان خدایا در راه خدمت به مکتب سید الشهدا توفیقات ما را روزافزون بفرما خدایا جوانان ما شیعیان امیر مؤمنان هر گوشه این عالم هم در پناه امام زمان از این فتنه آخر از زمان در امان بدار پروردگارا بیماران دردمندان ملتمسین دعا دکتر جواب شده ها تو را قسمت می دهیم به حرمت خون سید الشهدا همه اونها را شفای عاجل کرم بفرما پروردگارا اموات گذشتگان پدران مادران ذوی حقوق ما اموات حاضرین اموات خدمتگزاران به این هیئت مبارک حضرت ابوالفضل العباس خدایا پروردگارا امواتشون غریق رحمت واسعه خودت بفرما حمد شفا رو بخونیم برای شفای همه بیماران دست جمعی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین جهت آمرزش اموات پدران مادران ذوی الحقوق فاتحه و صلوات الله